ای خدا، ای خدا، چرا من اینقدر آشپز خوبی ام آخه؟ چرا اینقدر خوشمزه درست میکنم غذاها رو؟ امروز میخوایم با هم عدسی درست کنیم. عدسی اونم عدسی که مربوط به دوران کودکی من میشه. الان پیاز رو همینطور که مشاهده میکنین دو قاشق تا سه قاشق روغن ریختم توی ظرف و الان پیاز رو اضافه میکنم. بعد اینم یه حبه سیره. حرارت بایستی متوسط رو به پایین باشه، خیلی کم. خب ببین عزیزان، این پیاز رو همینطور میذارم به آرامی برای خودش یه مقدار تفت بخوره. دوران کودکی من شاید هم 30-40 سال پیش بود، زیاد دوران دوری نیست، اما به دلیل اینکه تکنولوژی بسیار بسیار سریع رشد کرده، ما الان فکر میکنیم اون زمانها زمانهای خیلی دوری بوده. به هر روی اون زمان روزای جمعه مرسوم بر این بود که ما کنار برنامه صبح جمعه با شما، یادش بخیر، روان آقای نوذری و دوستانی که برنامه اجرا میکردن شاد باشه، برنامه صبح جمعه رو اجرا میکردن، ما هم در کنار این برنامه صبح جمعه با شما یا حلیم خورون داشتیم یا عدسی بود یا مربای بالنگ و خامه یا اینکه املت دبش دو نبش خوشمزهی که مادر بزرگم میپختن. خیلی روزای جمعه باحال بود. چرا؟ چون بهترین صبحونه رو ما روزای جمعه میخوردیم. تعطیل بود، همه دور هم میشستیم، مدرسه نبود و مامانم هم که از صبح زود بلند میشدن و همه اینا رو مهیا میکردن که ما بخوریم. هم برنامه صبح جمعه با شما رو گوش میکردیم، خنده و شادی، هم صبحانه خوب. بالاخره یه روز خیلی خوبی رو آغاز میکردیم روز جمعه. امروز میخوام همون عدسی رو بهتون آموزش بدم. من اکثر این عدسی ها رو که امروز میبینم، میبینم نه بابا، اصلا شکل اون عدسیه نیستش که ما میخوردیم. حالا میخوام بهتون اون راز و رمز طبخ اون عدسی رو بهتون بگم. تا یادم نرفته یک مطلبی رو هم بهتون بگم. اون زمان که من بچه بودم، بعضی از این آشپزهای بسیار ماهر که خیلی خوب بلد بودن، خیلی خوب بلد بودن آشپزی رو، اینا میمدن چه کار میکردن؟ عدسی رو میپختن توی این بادیه های روحی که درداش میذاشتن و روی دوچرخه خودشون محل به محل میومدن میفروختن. عدهیشون ماهی دودی میفروختن، عدهیشون عدس و آش و اینجور چیزا. روز جمعه که میشد یک دفعه توی کوچه میشنیدی، من یادم نیست دقیقا چه شعری میخوند، ولی یادم داد میزد و فریاد میزد که آی مردم صبح شده، بیایید عدسی دارم، اونم چه عدسی، یادش بخیر. اینقدرم خوشمزه بود که باورتون نمیشه. امروز میخوام همون عدسی رو به شما عزیزان آموزش بدم. بسیار خوب، پیاز تا این حد که تفت خورد بهش زردچوب اضافه میکنم، این میزان زردچوب بهش اضافه میکنم. به خاطر اینکه عدسی من خیلی خوشمزه بشه و اون طعم گذشته داشته باشه، این مقدار خیلی کم هم بهش پودر کاری میذارم. اندازه یه نخود، نباید زیاد بهش پودر کاری بزنی که بوی کاری بگیره. اندازه یه نخود، خیلی کم. این مقدارم بهش فلفل اضافه میکنم و این مقدار هم بهش رب اضافه میکنم. زیاد رب نباید تو این عدسی باشه. با پشت قاشق یک مقدار این پیازها رو به این صورت له کنید تا نرم بشن. روب
که تفت خورد عدس رو اضافه میکنم. حالا بهتون الان توی تصویر قشنگ نشون میدم که این عدس از کدوم عدس هست. عدس رو حتما پاک کنید و بشورید و اضافه کنید. با آب سردم بایستی عدس رو بشورید، با آب گرم نشورید. عدس رو وقتی ریختید داخل ظرف کاملا با پیاز آغشتش کنید. اینطوری هم ادویه ها و هم روغ کاملا با عدس مخلوط میشه. و حالا آب سرد بایستی اضافه کنید. دوستان عزیزی که عدس میپزن و میگن پوسته عدس میاد بیرون، دلیلش همین چیز هست. از ابتدا بهش آب سرد بایستی اضافه کنید. تا حدی آبو میریزم که دیگه آب اضافی وسط پخت بهش اضافه نکنم. اگر احیانا خواستید وسط پخت احساس کردید آب عدستون کمه، آب بهش اضافه کنید، اونجا بایستی آب داغ اضافه کنید، آب جوش. اگر آب سرد بهش اضافه کنید پوسته عدس شما جدا میشه ازش. و اما میخوام بهتون نشون بدم که عدسی که من الان ازش استفاده کردم چه نوع عدسیه. زمانی که شما میخواید عدسی درست کنید برای صبحانه، حتما بایستی از عدس ریز و عدس قهوه‌ای استفاده کنید. پس عدس قهوه‌ای همین عدس نارنجی هست که بهش میگن دال عدس، ولی زمانی که پوست داره بهش میگن عدس قهوه‌ای. شما برای پخت عدسی حتما بایستی از عدسی استفاده کنید که قهوه‌ای باشه و در ایران هم موجود هست. اون زمان که ما بودیم بودش، الان که حتما باید باشه نمیدونم، ولی این عدس عدس مخصوص عدسی هستش. بسیار خوب دوستان عزیز، در ظرف میذارم و اجازه میدم که عدسی ما به آرومی بر خودش بپزه. در ادامه همراه من باشید تا ببینیم این عدسی خوشمزه کارش به کجا میرسه. یه سری به این عدسی بزنیم. به 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 به، عجب بو رایحه‌ای اینجا را انداخته. خیلی خیلی خوشبوه. هنوز مزه نکردم تا ببینم که طعمش چجوریه، ولی میخوام خدمتون یه مطلبی رو بگم. ببینید عزیزان، من این عدسی رو زمانی که به جوش آمد و یه نیم ساعتی از پختش گذشت، حرارت رو کم کردم و شعله پخش کن روی اجاق گاز قرار دادم و قابلمه رو گذاشتم روی شعله پخش کن تا عدسی به آرامی بر خودش بپزه. وقتی حرارت مناسب باشه عدسی شما به مراتب درست میپزه و اون مزه اصلی خودش رو تو غذا آزاد میکنه و خوشمزه تر میشه. این عدسی عدسیه که صبحانه ها میخوردن. بسیار خوب دوستان عزیز، تا این لحظه از پخت من هنوز به عدسی نمک اضافه نکردم. الان یک مقدار نمک اضافه میکنم. بهتره که نمک رو در غذا زیاد استفاده نکنید که شور بشه. نمک به اندازه بریزید. هر چقدر کم نمکتر بخورید سلامتتر هستید. رنگش که خیلی قشنگه. من نمیدونم شما تو دوربین چطوری میبینید، ولی اینجا رنگش بسیار خوش رنگ، هم بو و رایحش لذیذه و هم رنگش قشنگه. بذارید من با اجازهتون یک مقدار تیست کنم تا ببینم که طعم و مزه این غذای خوشمزه ما چطوری شده. داغه. او مای گاد، بسیار بسیار خوشمزه است. دوستان عزیز، خواستم این مطلب رو خدمتتون عرض کنم. میدونم خیلی از شما عزیزان میدونید، ولی احساس کردم بد نیست برای اون عزیزانی که نمیدونن و حواسشون نیست یادآوری کرده باشم. هر وقت غذا رو دارید برای کسی میپزید و اون غذا رو تیست میکنید یا مزه میکنید، قاشقی که باهاش تیست کردید رو بذارید کنار، از قاشق دیگه استفاده کنید برای هم زدن. اینطوری مهمان شما یا فردی که قرار این غذا رو نوشه جان کنه میدونه که شما رعایت مسائل بهداشتی رو کردید. مطمئنم همتون میدونید، ولی به هر حال من فقط قصدم یادآوری بود.
و الان من چون با این قاشق تست کردم، از یک قاشق جدید استفاده کردم چون خیلی خوشمزه بود، میخوام یک ذره دیگه اینجا برای خودم بریزم و تست کنم و مزه کنم. خیلی خوشمزه بود، باورتون نمیشه. ببینید چه رنگ قشنگی داره، چه رنگ خوبی داره، بو و رایحش نمیدونید چقدر عالیه. منو برد یاد بچگی یا من داخت، زمانی که بچه بودیم روزای جمعه با برنامه صبح جمعه با شما عدسی میخوردیم. حیف که زود میگذره و آدم اون زمان حالیش نیست که چه زمان خوبیه. عالی، بسیار خوشمزه، باورتون نمیشه، خیلی خیلی خوشمزه است. بسیار خوب، ببینیم از عدسی ما در چه حاله. به به، چقدر عالی، به 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 به، یعنی نمیدونید چه بورایحی داره. ای کاش اینجا بودید میدیدید که من تعریف علکی از کارم نمی کنم، به خاطر اینکه خوشبو خوشمزه است دارم حقیقت رو میگم، تا اون عزیزانی که دوست دارن عدسی بپزن این دستور رو دنبال کنن و بپزن و نتیجه رو ببینن که واقعا چه طعمی میداد. غذای من آماده است، من حرارت رو خاموش میکنم و میریم برای سرو. بسیار خوب دوستان عزیز، عدسی ما آماده شد. بو و رایحه بسیار دلپذیر و خوشمزه داره و در ضمن یک صبحانه یا ناهار بسیار لذیذ و ساده و ارزان قیمت برای همه شما عزیزان باشه. عدسی رو اصولا به صورت خالی میخورن، یعنی چاشنی خاصی نداره، ولی من اینجا از لیمو، فیله های لیمو استفاده کردم به این شکل. در این یکی بشقاب از ماست یونانی هست، به علاوه گشنیز و یک مقدار آب لیمو بسیار بسیار لذیذش میکنه، حتما امتحان کنید. خب بذارید من با اجازهتون یک مقدار از این عدسی رو مزه کنم تا بهتون بگم چه طعمی میده. ببینید چه رنگ قشنگی داره، خدای من چقدر خوشمزه است. عدسی نباید زیاد شل باشه و آبکی باشه و نباید زیاد سفت باشه. الان غلظت این بسیار مناسبه، مخصوصا برای عزیزانی که دوست ندارن نون بخورن و دوست دارن خالی عدسی رو نوش جان کنن، بسیار بسیار عالیه. در رابطه با طعم عدسی با لیمو بهتون یه چیزی بگم، خود عدسی که همه میدونید چه مزه لذیذی داره، ترشی لیمو بسیار بسیار با اون مزه ناتی و مزه خاصی که عدس داره هارمونی پیدا میکنه و یه طعم لذیذی رو برای شما تداعی میکنه که دوست دارید قاشق قاشق از این عدسی نوشه جان کنید. من فکر میکنم اگر شما لیمو ترش به این صورت فیله شده روی عدسی بریزید بی نهایت لذیذه و بی نهایت خوشمزه، چرا که زمانی که آب لیمو میریزید طعم قاطی میشه و شما نمیتونید طعم رو تفکیک کنید و جدا کنید، ولی الان به این شکل شما طعم عدسی رو دارید و در انتهای طعم ترشی خیلی خوشمزه پشبندش حس میکنید. برش های لیمو زیر دندون شما له میشه و یک ترشی بسیار خوشمزه رو رقم میزنه که لذت بی نهایت از این غذا اون وقت میبرید. و این یکی من ترجیح میدم با گشنیز استفاده بشه، گشنیز تازه. جعفری اون طعمی که گشنیز داره رو نداره و حتما با ماست و گشنیز نوش جان کنید که خیلی خیلی خوشمزه میشه. یه غذای بسیار سالم و بسیار لذیذ هستش. خدای من چقدر این خوشمزه است، اوه خدای من. یک دستور ولی به صرف دو چاشنی مختلف
دو طعم بسیار بسیار متفاوتی رو داره. بذارید یه بار دیگه امتحان کنم. خیلی خوشمزه است. ماستی که استفاده میکنید سعی کنید ماست طبیعی و ماست خوب باشه، نه از این ماستای مصنوعی که توی سوپرمارکت ها میفروشن از نشاسته و آب لیمو و اینجور چیزا تهیه میشه. ماست خوب، ماست ارگانیک بگیرید، ماست یونانی بگیرید. اگر هم در ایران هستید که ماسبندی ها هست، ماستای خوب تهیه کنید. ای خدا چرا من اینقدر آشپز خوبیم آخه؟ چرا اینقدر خوشمزه درست میکنم غذاها رو؟ خیلی خوشمزه است. یه طعم خامه‌ای، یه طعم کرمی، یه طعم خاصی این ماست به عدسی شما میده. بعد عدسی گرمه، ماست خنکه. اینا با هم خیلی تلفیق خوبی هستن. اصلا یه معجون خاص میشه دیگه. آخه چطوری من میتونم این طعم به این خوشمزگی رو برای شما تعریف کنم؟ خیلی خوشمزه است. در ضمن داخل عدسی اندازه هایی که بهتون دادم رو لطفا رعایت کنید. مبادا این اندازه ها رو زیاد و کم کنید، به خاطر اینکه در طعم غذای شما بسیار تاثیر میذاره. حتما تهیه کنید. غذاهایی که بهتون میگم حتما تهیه کنید به دلیل اینکه بسیار لذیذ و بسیار خوشمزه است. ازتون سپاسگزارم که همراه من تو آشپزخونه هستید و همراهی میکنید این برنامه رو، و باور بفرمایید من از تک تک کامنت های شما لذت میبرم و از اینکه شما همراه من هستید و دارید این پیج رو حمایت میکنید بی نهایت سپاسگزارم. شما عزیزان سخاوتمندی هستید که با لایکاتون، با کامنت های خوبتون، با مهرتون انرژی های مثبتتون رو به من انتقال میدید و من انرژی میگیرم تا بهترین های خودم رو برای شما عزیزان هدیه کنم و امیدوارم این هدیه ناقابل من رو هم پذیرا باشید و لذتشو ببرید. تا برنامه آینده و یک دستور غذایی لذیذ و خوشمزه، شما رو به خدای دلهاتون میسپارم. خدا نگهدارتون.